سلام دوستان با جلسه اول نگارش علمی با استفاده از نرم افزار مایکروسافت ورد در خدمتتون هستیم تو این جلسه میخوایم مقدمه رو داشته باشیم بر خود نگارش علمی و اون رو کم با هم تعریف کنیم خب اصولا محققین و حال دانشمندان واسه اینکه که یافتهای علمی خودشون رو گزارش کنن اونها رو توی مجلات علمی چاپ میکنن یا اینکه به صورت پایان نامه اونها رو برای ارگانها ها مثل دانشگاه ها حالا یا مؤسسات دیگه ارائه میکنم و اونها رو از اونها دفاع میکنم و حمایت میکنم حالا اینا رو با هم دیگه جلوتر یه مقدار تعریف میکنیم بیشتر حالا به گزارشاتی که برای انتقال فعالیت های علمی تهیه و نوشته میشه نگارش علمی میگن حالا این نگارش علمی میتونه به صورت مقاله باشه به صورت پایان نامه باشه و حتی کتاب باشه و کتاب بیشتر برای آموزش و انتقال علم و دانش یه شخص انجام میشه اما خیلی از موارد مثلا کتاب هایی وجود داره که به منظور انتقال مثلا گزارش کارهاشون تا به صورت کتاب در آمده. خب پایان نامه چی هستش؟ پایان نامه سندیه نوشته یه که منز... به منظور حمایت از فعالیت ها و یافت های علمی یه شخصی که حالا توی یک جایی انجام داده حالا به صورت حالا توی خونه شاید از انجام داده باشه اما یافته و فعالیت هستش که اون شخص انجام داده ولی به منظور دریافت مدرک علمی یا اینکه به یه ارگانی ارائه بده حالا یا پاداشی رو بگیره یا اینکه بگه یه کاری رو انجام دادم ثبت بکنه اونجا انجام میشه و به صورت پایان نامه ارائه میشه و از پایان نامه دفاع میشه خاطر اینکه میخواد بگه آقا من این کارها رو که انجام دادم درست بوده و حالا اشخاصی هستن که توی اون موقع دفاع وجود دارن و میگن تایید میکنن کارشو یا رد میکنن کار اون شخصو خب ساختار پایان نامه ها به صورتی استاندارد هستش یعنی من بر اساس یه چارچوبی پایان نامه خودم رو می نویسم و به اون ارگان یا دانشگاه ارائه میدم که هر ارگان یا دانشگاهی میتونه استاندارد خودش رو تعریف کنه و میگه بر اساس استاندارد که من تعریف کردم اون رو به من ارائه بدم حالا تو این دوره ما استانداردی که دانشگاه یا اون ارگان تعریف کرده رو میگیریم و بر اساس اون استاندارد پایان نامه خودمون رو می‌نویسیم که از طریق نرم افزار ورد اون ساندارد ها رو میتونیم اعمال کنیم. پس هر دانشگاهی ممکنه استاندارد خودش رو داشته باشه. مقاله چی هستش؟ مقاله نگارشی هستش، ای هستش که برای گزارش کردن نتایج علمیمون که توی تحقیقات به دست آوردیم بر اساس یک فرمت خاصی که یک مجله به ما اون فرمت یا استاندارد رو میده تهیه میکنیم و توی اون مجله چاپ میکنیم خب حالا مقدار حجم مقالات اصولا 20 حالا میتونه مثلا بین 10 تا 30 صفحه تا باشه بستگی به اون حجمی که مجله به ما مجاز کرده میگه آقا شما ماکسیموم تا 30 صفحه یا 20 صفحه میتونیم ارائه بدیم ولی میخواستم بگم حجمش خیلی کمتر از پایان نامه هستش چون پایان نامه تلاش و کار ما تو یک بازه طولانی مدت هستش حدودا یک سال یا دو سال اما مقالات یک بخشی از نتایج حالا یک نتیجه هستش که من به دست آوردم و میخوام اونو گزارش کنم و چاپ و این گزارش کردن مقالات در واقع راهی هستش که دانشمندان با هم ارتباط برقرار کنند محقق ما هم در ارتباط باشن و بتونن از نتایج یکدیگر استفاده کنن من کاری رو انجام دادم اونو گزارش میکنم یک دانشمند یا محقق دیگه اون گزارش منو مطالعه میکنه و میتونه اونو از توی کار خودش مورد استفاده قرار بده یا اینکه جایی که مثلا مرزهای دانش تو اون قسمت هستش رو گسترش خب تحقیقاتی که حالا باسه پایان نامه ها انجام میشه کارهایی که انجام میشه باسه مقالب و پایان نامه تحقیقات علمی هستن که من وقتی که داشتم تو این زمینه تحقیق میکردم دسته های مختلفی رو باش مشاهده مواجه شدم اما در کل به نظر مناسب اومدش که توی دو دسته کلی تحقیقات رو تعریف کن تحقیقات رو. یه دسته بنیادی یا پایهی هستش که سعی در توسعه سطح دانش داره و مرزهای دانش رو تو اونجا گسترش میده مثلا دانش تا یک حدی رفته جلو تا اونجا و من سعی میکنم یه اپسیلون رو ببرم جلوتر و به اون میگن تحقیقات بنیادی یا پایی بیسیک و ریسرچ تحقیقات کاربردی چه جوری تحقیقاتی هستش این تحقیقات بیشتر به منظور حل مسئله یا مسائلی که توی جهان علم تعریف میشن تعریف میکنم یعنی چی؟ یعنی شاید مثلا حالا توی یک مشکلی وجود داشته باشه توی علم جهان و من سعی میکنم اونو برطرف بکنم مثلا یک الگوریتمی ارائه بدم که بهتر حل بشه اون مسئله یعنی که اصلا بگم که آقا این مدلی که واسه این مسئله در نظر گرفته شده بهتره که مثلا این فرضیات رو هم داشته باشه اما تو اینجا مثلا یک کشفی رو انجام میدم یک چیز جدیدی رو ارائه میدم یک چیزی که در واقع قبلا کسی نمیدونسته و تو اون قسمت من یک کم دانش رو توی جهان بردم بالاتر یا حتی یک مسئله جدیدی رو تعریف میکنم اما تو اینجا سعی میکنم مسئله رو حل بکنم خب. که جفتشون حال در راه علم و پیشبرد علم هستن حالا روش هایی که من اون تحقیقات رو انجام میدم روشی که مثلا بعد نظرم هستش بود، که اون کار رو انجام بدم باز هم روش های مختلفی رو تعریف کرده بودم اما دو دسته که خیلی کلی تر بودش و همه مسائل رو تحت پوشش خودش در نظر گرفته بود و من اینجا با رو بردم. که یکی کم... کمی هستش و یکی کیفی هستش که خب لغت کمی و کیفی مشخصه من اینجا با اعداد سر کار دارم و بیشتر سعی میکنم حالا اون مسئله ای که تعریف شده میخوام حلش کنم یا اینکه تو اون قسمت دانش رو میخوام گسترش بدم رو با اعداد تفسیر کنم به طور مثال من میخوام بگم این دارو با این دارو متفاوته تاثیر بهتری رو این دارو میذاره خب میام یک سری آزمایشات انجام میدم یه سری آزمایشات انجام میدم و بر اساس آزمون فرض آماری خب میام این دوتا دارو رو با هم مقایسه میکنم خب آزمایشاتی که انجام دادم رو. به صورت اعداد در میارم نتایجش رو میگم آقا تو این موارد این بهتر نتیجه داده تو این موارد این بهتر نتیجه داده تو این موارد این بد بوده تو این موارد این بد بوده و بر اساس آزمون های فرض آماری که تعریف میشه مثلا اینجا بیمار ها بهتر و مثلا بهبود یافتن اینجا بهبود نیافتن و غیره آزمون فرض به صورت اعداد میاد این اعدادی که به دست اومده رو مقایسه میکنه و میگه که حالا مثلا با احتمال اینقدر نمیتونیم بگیم که این بد بوده یا مثلا این بهتر بوده یا هر چیزی پس به صورت عدد اونا رو تعریف میکنم یا حالا مثلا مدل های ریاضی که هستش و الگوریتم ریاضی و و غیره خیلی از مسائل هستش که به صورت ریاضی میشه تعریف کرد و اصولا فلسفه که پیش رو دارن اینه که همه چیز رو میتونن با اعداد توصیف کرد اما کیفی فرق داره به صورت عددی نیستش بر اساس یک رویکرد بینش جهانی هستش که فلسفی هستش وی های... حالا ویژگی های اونو من نعی بردم می‌تونه میتونه خودتون بیشتر تحقیق کنید تو این زمینه اما فقط تعریف کلیش رو میخواستم بیارم که متوجه باشین که اگر به صورت کیفی میام مثلا یه چیزی رو تعریف میکنم حالت این نظریه پرداز های فلسفی داره خب و میام بر اساس استدلال ها و منطق نظریم تفسیر میکنم و رو یه روی کرد یا بر اساس بینشی دارم اونا رو صحبت میکنم خب مقالات مختلفی وجود داره وقتی که من میخوام گزارشی رو ارائه بدم و حالا کار علمی رو انجام دادم خب به صورت متفاوت مقالات مختلفی رو هم طبقه بندی های مختلفی وجود داشته که من اینا رو با اینجا لیست کردم به صورت کلی ببینین هر کدوم از اینا رو میشه خیلی جزئی ترش کرد میشه مثلا آیتم های مختلفی بهشون اضافه کردش اما چیزی که من تو اکثر جاها دیدم و حالت کلی تری داشتش اینجا واسهتون ارائه دادم که یک پیش زمینه داشته باشین حالا وقتی که وارد کار خودتون میشین میتونین باز بیشتر تو این زمینه مطالعه کنین و ببینین مثلا کار شما به کدوم قسمت میخوره و از اون قسمت حالا هدف سازی خاصی بکنین ولی اینا حالا به صورت کلی هستش که دونستنشون مفید میتونه باشه یه سری مقالات تجربی و تحقیقاتی هستش که اینجا در واقع میاد سعی میکنه که نتایج و آزمایش که انجام شده رو اینطوری بگم اکثر کارهای ما به صورت تحقیقاتی و تجربی هستش که میان آزمایشی رو انجام میدن مدلی رو تعریف میکنن آزمایشی رو انجام میدن و نتیجه ای حاصل میشه و اون نتیجه رو گزارش میکنن خب این اکثر مقالات ما به این صورت میادش بیرون که مقالات تحقیقاتی و تجربی میشه و حالا مثلا مدل ریاضی رو تعریف میکنن بر اساس الگوریتمی حل میکنن نتیجه ای رو به دست میارن و اونو گزارش میکنن خب این مقالات تحقیقاتی و تجربی در واقع از مقاله دیگه نشعت نگ... نشعت که حالا گرفتن اکثریت ولی در واقع کارهای بقیره رو مورد بررسی قرار کارهای بقیره رو گزارش نکرده اینطوری بهتره تو این مقالات ما یه بخش جدیدی رو حتما داریم خب یه بخشی رو دادیم یه حل مسئله ای رو صورت گرفته یه چیز تازه ای رو اجرا کردیم یه کار آزمایشی رو انجام دادیم که جدید هستش اما یه چیز ابتکاری توش وجود داره خب اما توی به طور مثال فراتحلیل یا متاانالیز خب ما چند تا مقاله که تو یک وبحث به خصوص وجود داشته و به هم مرتبط هستن رو ترکیب میکنیم نتایجش رو و از اون یه نتیجه گیری جدید تری رو اینجا به دست میاریم و اون نتیجهمون رو گزارش میکنیم در واقع یک لول پایینتر از مقالات تحقیقاتی هستش البته لولش که دست ما نیست تعریف کنیم که پایین یا بالاتر اما تو اینجا ما از مقالاتی که قبلا ایجاد شده و گزارشاتی که قبلا بوده و نتایجی که به دست اومده یه نتیجه ای رو گرفتیم شاید خودمون آزمایش رو اجرا نکرده باشیم این اونا رو تحلیل کردیم تفسیر کردیم و یه نتیجه ای رو به دست آوردیم قسمت بعدی مثلا مقالات مرور ادبیات هست که خیلی معروف لیترچر ریویو هستش اینکه من حجم وسیعی از مقالات رو میام بررسی میکنم این حجم وسیع تو یک موضوع به خصوص هستش که با هم ارتباط دارن توی اون موضوع مثلا در مورد محیط زیست در مورد این موضوع من میام انواع اقسام مقالاتی که توی این زمینه هستش و چاپ شده رو بررسی میکنم و میام اونها رو ساختاری رو بهش میدم منظمش میکنم تحلیلش میکنم یه سری نتایج از این مرور ادبیات خودم میگیرم و اونو چاپ میکنم و یه جور گزارشی بر کارهایی که تا الان انجام شده ارائه میدم توجه کنید توی پایان ها ما فصل دوم پایان همون اصولا مرور ادبیات هست یعنی من موضوعی رو تعریف کردم که میخوام پایان نامه تو اون زمینه باشه و کارم تو اون زمینه باشه قبل اینکه برم مسئله خودم رو تعریف کنم میام مرور ادبیات انجام میدم توی پایان نامم و این مرور ادبیات توی فصل دو پایان نامه من قرار میگیره و من همین رو اگر خوب کار بکنم میتونم یک مقاله لیترشر ریویو ازش تهیه کنم چون مقالات وسیع رو تو اون زمینه مطالعه باید بکنم واسه پایان نامم و اونا رو دستبندی بکنم و یه سری نتایج بگیرم و حتی مشکلات و گپی که وجود داره بین مقالات و علمی که در حال حاضر باید وجود داشته باشه و اون گپ رو من شناسه میکنم و گزارش میکنم و این میگم مقاله مرور ادبیات یه سری مطالعات موردی یا کیس استادی ها که خیلی هم معروف هستن وجود داره که به دو بخش کلی تبدیل میشه توی کیس استادی ها یا من کلا میرم توی یک جای واقعی یک جایی توی یک جهان واقعی مسئله رو پیدا میکنم یا مشکلی رو کشف میکنم و اونو حلش میکنم و بعد گزارشش میکنم خب یا اینکه من یک کار علمی رو انجام دادم بعد میرم تو یک جایی تو یک کارخونه یک شرکتی یا هر جایی میام تو اونجا کار رو عملی انجام میدم علمی این عملیه عملی انجام میدم و نتایجی که به دست آوردم میخوام بگم آقا این کار علمی من قابل اجرا هستش یا اینکه تو عمل هم درست به دست آوردمش و حالا نتایجمو که به دست آوردم گزارش میکنم این دو نوع کلی کیس استادی هستش که خیلی موارد مفیده خب مقالات مفهومی و نظری مقالات مفهومی خب اینم از اسمش معلومه تو این مقالات بیشتر من نظریه پردازی میکنم مسائلی رو تعریف میکنم نظریاتی رو ارائه میکنم که در حال حاضر من نمیتونم حلشون کنم خودم نمیتونم اونا رو حل کنم میام یه نظریه ای میدم مثلا نظریه انرژی تاریک به طور مثال حالا خب من تو اون زمینه زیاد اطلاعات ندارم اما یه نظریه مثلا تو فیزیک خیلی این موارد وجود داره دیگه این نظریه رو میدم که خودم حلش نمیتونم بکنم و این نظریه رو میذارم که بقیه دانشمندان روش کار بکنن و بتونن اثبات کنن یا ردش کنن و نظریه پرداز کنن که به این دو مقالات مقالات مفهوم نظری یه سری مقالات نامه یا اطلاع رسانی هستن Letter and Communications یا اورگان Communications تو خیلی از موارد خیلی از موارد که تو برخی از موارد در واقع من یه سری نتایج به دست آوردم که خیلی مهم هستن و باید سریع اطلاع رسانی بشه درسته به طور مثال من یک روش یا راه حلی واسه حل واسه بهبود اچایی بی پیدا کردم این با سلامت انسان ها در ارتباطه من باید سریع اون رو به دانشمندان دیگه اطلاع رسانی کنم که اونا هم بتونن از این, این نتایج استفاده کنن توی کارهای خودشون یا یعنی توی این زمینه بیشتر کار بشه و سریعتر اونو جلو اما ممکنه من هنوز به جواب قطعی هم نرسیده باشم ولی وقت ندارم سه چهار سال کار بکنم روش که بگم آقا این حتما درسته یا درست نیست اینو به صورت یک نامه یا لتر چاپ میکنم و ارسال میکنم واسه مجلات و تا اینکه و... تا اینکه سری چاپ بشه و افراد بگم درگیر این موضوع شن و من به ادامه کار خودم میپردازم که اونو حالا اثبات کنم تو این جور موارد وقتی که من نامه یا اطلاع رسانی میخوام چاپ بکنم وقتی که واسه سردبی یا دبیر مجله ارسال میکنم اون هم زیاد وقت نداره که بگه آقا این چرا درسته این چرا درسته این چیزی مهمی هستش که به سلامت انسان ها من یک روش جدیدی رو دارم ارائه میدم که از طریق اون میتونیم سلامت انسان ها رو بیمارهای بهبود بدیم و اون هم زیاد نمیره بگه آقا به صورت نامه و اطلاع رسانی چاپ میکنه تا افراد بیشتری روش بتونن کار کنن خب یه سری از موارد یادداشت یا نوت ها هستن که اینها اهمیت کمتری نسبت به مقالات دارن نسبت به بخش ها یا اطلاع رسانی دارن خب توی یادداشت ها من یه توضیح کوتاهی که لازم سریع اطلاع رسانی بشه رو ارائه میدم و تو اونجا وقتی که من به صورت یادداشت ارائه میدم نام سردبیر یا دبیر مجله وقت داره که یه مطالعه کنه صحتش رو بررسی کنه و بگه که اوکی این درسته حالا چاپ بشه اما دیگه نمیاد خیلی تو اون پروسه طولانی مدت یه سری از مقالات مثلا یک سال شاید طول بکشه قرار بگیره مثلا یادداشت هستش که میخوایم سریعتر تر اما اهمیت اون از نامه کمتره. یه دیگه از نامه به دبیر مجله وجود داره که حالا آخرین موردی هستش که من اینجا گفتم تو این جور موارد من, من یه مقاله رو مربوط به یک مجله مطالعه کردم یه مشکلی رو تو اون مقاله متوجه شدم تا آقا این مقاله مشکل داره یک مشکل فنی داره میام چیکار میکنم یک نامه به دبیر مجله ارسال میکنم اون دبیر مجله میاد میگه آ تو راست میگی این مقاله این اشتباه رو داشت خاطر همین واسه مقاله تو رو به صورت یک نوت لتر تو ادیتور چاپ میکنم و از این به بعد هر کسی هر محققی که اون مقاله اولیه رو میخواست مطالعه کنه رجوع داده میشه به نوت شما و میگه آقا این این اشکال رو داشت این نوت رو مطالعه کن این مورد یا مشکل بنیادی توش وجود داشت این نوت رو مطالعه کن که به این میگن نامه به دبیر مجله. حالا این اطلاعات کلی بود که به صورت حالا توضیح بهتون ارائه دادم توی جلسه بعد که ما میخوایم وارد نرم افزار ورد بشیم این طبقات رو من اومدم تعاریفش رو نوشتم براتون که اونجا دیگه میتونیم به صورت مکتوب و بهتر مطالعه کنیم خب حالا وقتی که من مقالم رو نوشتم اونا رو میخوام چاپ کنم توی مجلات دیگه حالا چه جور مجلاتی وجود دارن یه توضیح مختصرم در مورد انواع مجلات اینجا میخوام بدم خب همونطور که میدونین یه سری مجلات عمومی هستن مگزین هایی که به صورت حالا عمومی پخششن مجلات خانواده و غیره اینا مربوط به ما نیستن یه سری روزنامه ها وجود دارن حالا من آوردم واسه اینکه طبقه بندیم حالا باشه یک کم کامل تر باشه که مثلا دوستان دارن که روزنامه ها هم همه میشنسیم به صورت روزانه اخبار و موارد رو اعلام میکنن یه سری مجلات ای هستن مثل مجله مدیریت مثل مجله کامپیوتر مثل مجلات مختلف که در خصوص یک حوزه به بخ... در خصوص یک حوزه حوزه علمی یا حرفه یا شغلی در حال کار هستن و اطلاعات اخبار و موارد مختلف به اون حوزه رو ارائه میدن که اینم به ما زیاد توی مجلات علمی ما مردم است این دو مورد آخر هستش که ما مجلاتمون مقالاتمون رو تو اونا چاپ میکنیم که مجلات علمیه که حالا با هم دیگه آشنا میشیم که آشنا که مجلات علمی هستش که کار میکنیم چرا نکردش یه مورد مجلات علمی هستش که مثلا ما خیلی از جاها شنیدیم مثلا توی حوزه حالا کاری من کامپیوتر ان انجینیرینگ که معروف هستش و بیره که ما اونجا میایم که این مجلات میان مقالات مختلف رو توی و مثلا کامپیوتر و مهندسی صنایع چاپ میکنن توی حوزه شیمی چاپ میکنن و مثلا مجله مربوط به شیمی مجلات مربوط به ریاضی و انواع اقسام مجلات وجود یه سری هم مقالات کنفرانسی هستش یه سری کنفرانس ها در خصوص یک علمی مثل شیمی یا پزشکی یا سنویه، مهندسی صنایع و غیره برگزار میشه توی این کنفرانس ها افراد مختلف مقالاتشون رو میدن و اون اشخاصی که حالا کنفرانس رو تشکیل دادن اون موارد رو بررسی میکنن و اون اشخاصی که مقالات رو ارائه دادن باید بیان به اینا پرزنتشون کنن حالا اگر وقت پرزنت هم ندارن خیلی جا به صورت پوستر را می رو رای یه گزارش کوتاهی رو را رای که بگم آقا این درست هست تو اینجا صحت بررسی میشه و پس از اون کنفرانس مقالاتی که تو اونجا بررسی شده میتونن مثلا چاپ کنن و به صورت حالت یک مجله کنفرانسی ارائه بدن که خب کنفرانس های خیلی معروفی هم وجود داره که به سالانه برگزار میشه حالا مجلات علمی که وجود دارند یک سری ناشر هستند که ناشر مجلات علمی معروفن خب مثل الزویر مثل اشپرینگر مثل تیلر اند فرانسیس جان وایلینسون امرال اینا یه سری ناشر هستن که مجلات مختلف علمی رو چاپ کردن مثلا تو حوزه شیمی دارن کلی مجله دارن تو حوزه ریاضی کلی مجله دارن ناشرهای بزرگ جهانن اینا که مجلات مختلف کمپانیای بزرگی هستن که مجلات مختلفی رو چاپ میکنن ما حالا ممکنه مثلا یک مجله عضو یک کدوم از این کمپانی های بزرگ هم نباشه و مجله معروفی هم باشه ولی خب حالا من یه دستبندی کلی از ناشران بزرگ مجله علمی رو بردم مجلات که توسط افراد یا حالا کمپانی ها چاپ میشه بر اساس یه سری میار ارزیابی میشه که یکی از مهمترین اونها ایمپک فکتوره که توسط شرکت ISI آی انجام میشه مخصوصا و حالا یه سری معیارها من اینجا آوردم مثلا حوزه تمرکزش بین المللی یا ملی هستش چقدر بهش استناد شده چقدر وقتی من ارسال کردم مقاله رو به من پاسخ دادن ایندکس شدنش یا نشدنش طول عمر مقاله تا چه مدتی اون مقالات مربوط به اون مجله خونده میشه و غیره یه سری مؤسسات مثل مؤسسه ISI آی اسکوپوس آی اس ISC اس که واسه مجلات مربوط به اسلامی هستش حوزه اسلامی هستش حالا بیشتر خواهر میان و اینا هستش که خودشون یه محسس رو تشکیل دادن این محسس میان بر اساس این میار هایی که اینجا تعریف شده مجلات رو بررسی میکنن و میگن اوکی این مجله از مورد قبول من هست و به این مجله میگن مجله آی و مثلا چون آیس‌ای یکی از بزرگترین مؤسسات هستش که همه جا قبولش دارن یا اسکوپوس هم همینطور ولی خب آیس‌ای شهرت خیلی بزرگ بیشتری داره وقتی که آیس‌ای مؤسسه میاد مجله ای رو اک اوکی میکنه و میگه این عضو من هستش چاپ کردن تو اون مجله خب یه اعتباری واسه من نویسنده هم داره حالا این آیس‌ای میاد پک فکتور هم میده به مجلات مختلف که مثلا هرچی این پک فاکتور بالاتر باشه رتبه علمی اون مجله بیشتر هستش و ارزش نویسنده که حالا اصولا اینطوریه من نویسنده که تو اون مجله چاپ کردم هم کار من بالاتر میره و مثلا داره خب ممنونم از توجهی که داشتین امیدوارم یک دیدی از انواع نگارش های علمی مقاله پایان نامه و مجلاتی که وجود داره مجلاتی که مربوط هستش به نگارشات علمی پیدا کرده باشیم تو جلسه بعد دیگه وارد حوزه نگارش میشیم و اولین گام ها توی مایکروسافت ورد رو بررسی کنیم امیدوارم موفق و پیروز باشین خدا کرد